ژنرال مارتین دمسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت تهاجم ارتش عراق و شبه نظامیان حمایت شده از سوی ایران احتمالاً در نبرد برای بازپسگیری شهر تکریت از داعش پیروز خواهند شد، اما حملات هوایی آمریکا که نیروهای داعش را در مناطق دیگر در شمال عراق درگیر خواهد کرد نقش تعیین کننده در این پیروزی خواهد داشت. ژنرال دمسی که شب گذشته برای گفتگو با فرماندهان نظامی آمریکا و رهبران دولت عراق عازم آن کشور شد گفت حدود 23,000 شبه نظامی شیعه مستقر شده توسط ایران به همراه ارتش عراق در تهاجم نظامی برای بازپسگیری تکریت شرکت خواهند کرد. او در تشریح این عملیات گفت تهاجم برای نبرد تکریت یک عملیات پیچیده نظامی شبیه آن چیزی که در کتاب‌های آموزش نظامی دیده می‌شود نیست، بلکه مجموعی از تجهیزات و خودروهای نظامی است که به سمت تکریت یورش بردند. به گفته فرماندهان نظامی عراق در پنجمین روز از عملیات آزادسازی تکریت که بزرگترین عملیات در جنگ با داعش است، ارتش عراق و شبه نظامیان توانستند در حاشیه این شهر مستقر شوند. محمد القبان وزیر کشور عراق از واحدهای عملیاتی در منطقه دیدن کرد. این منطقه از سد عظیم تا کوههای همرین تا چاه نفتی در بیجی بسیار مهم است، زیرا منطقه استراتژیکی برای عملیات پشتیبانی دشمن است. ما از همان ابتدای تهاجم نظامی در این منطقه پیشروی خوبی کردیم. در همین حال به گفته وزارت دفاع آمریکا نیروهای نظامی عراق توانستند پیکارجویان داعش را از شهر غربی البغدادی در استان انبار عقب برانند. این شهر در نزدیکی پایگاه نظامی است که آمریکا نیروهای عراقی را آموزش می‌دهد. ژنرال عبدالامیر الشماری فرمانده عملیات شهر البغدادی گفت برای توقف حملات داعش به این شهر ارتش عراق باید منطقه گرمه در استان انبار را تصرف کند. ارتش یک تهاجم گسترده را برای آزادسازی مناطق شرقی گرمه آغاز کرده. داعش از این منطقه برای حملات هوایی به شهر البغدادی استفاده کرده است. استان انبار منطقه‌ای که قبایل سنی و ارتش آمریکا در سال‌های 2006 و 2007 القاعده را از آن بیرون راندند و سال گذشته تحت کنترل پیکارجویان داعش درآمده است. بابک راد، صدای آمریکا.